این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. با درود، بیژن شارخی هستم در نورت وست فاینانشال نتورک. با 32 سال سابقه در امور وام های مسکونی و تجاری در ایالت کالیفرنیا و فقط کالیفرنیا امروز خدمت رسیدم که چند خبر خوب از بازار وام های مسکونی خدمتتون ارائه بدم. خبر خوب اول این که نرخ های بهره پایین اومده و در بعضی از موارد به 4% و زیر 4% رسیده و بهترین موقع است برای تغییر نرخ های بالا و گرفتن پول روی املاک. خبر خوب بعدی این که لیمیت وام های کانفورمینگ تا $726,525 افزایش یافته. و خبرهای خوب بعد این که کماکان ما عرضه کننده وام های بدون اوراق مالیاتی و ریورس مورگج هستیم که برای افراد 62 سال به بالاست. و خبر خیلی خوب بعدی این که ما کماکان هزینه ارزیابی ملک شما رو میپردازیم. لطفاً برای مشاوره و اطلاع از وام ها و نرخ های بهره با تلفن آسان 818-437-437-0 با من هفت روز هفته میتونید تماس بگیرید. متشکرم. آژانس امیرین بار شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت میکند. تاریخ حرکت 6 نوامبر. دیدار از قاهره، اسوان، لاکسور، موزه مصر و مسجد الرفایی. سه شب کروز در کابین های لوکس 5 ستاره بر روی آبهای نیل. 4 شب خاطر انگیز در دبی، مرکز منحصر به فرد ترین معماری مدرن جهان، و دیدار از جاذبه های زیبای توریستی. اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره. 818-758-2626 amiritravel.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز دوشنبه 4 سپتامبر 2023 میلادی برابر است با 13 شهریور ماه سال 1402 خورشیدی. اعتراضات معیشتی در ایران دوشنبه 13 شهریور ماه با تجمعات بازنشستگان مخابرات در دست کم 12 استان ادامه یافت. بنا به تصاویر منتشر شده در کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازنشستگان و مستمری بگیران شرکت مخابرات در روز دوشنبه دست کم در استانهای هرمزگان، تهران، فارس، اردبیل، گیلان، گلستان، خراسان رضوی، مرکزی، اصفهان، کهگیلویه و بای رحمت، کرمانشاه و خوزستان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان معترض شرکت مخابرات روز دوشنبه را برای برگزاری اعتراضات سراسری و هفتگی برگزیدند و در هفته های گذشته هم تجمعات خود را با عنوان دوشنبه های اعتراضی برگزار کردند. تجمعات مکرر و سراسری بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در اعتراض به عدم اجرای کامل آیین‌نامه استخدامی مصوبه سال 1389، رفع نشدن مشکلات بیمه درمانی و پرداخت کامل معوقات بعد از 13 سال است.
سازمان حقوق بشری هنگا از اعتصاب قضایی 4 معترض بازداشت شده در ایلام خبر داد و گزارش کرده که این زندانیان سیاسی لب‌هایشان را دوختند. بر اساس گزارش هنگا، وحید چاوران، ناصر رضایی، محمد حسین حاصلی از آبدانان و دکتر بختیار محمدزاده اهل در شهر در اعتراض به وضعیت نگهداری خود و به خامت حال وحید چاوران در بازداشتگاه مرکزی ایلام دست به اعتصاب قضا زدند. هنگا به نقل از یک منبع مطلع نوشته است که این زندانیان از روز یک شنبه 12 شهریور ماه اعتصاب قضایی خود را آغاز کرده و امروز دوشنبه در ادامه اعتصاب لب‌هایشان را دوختند. سازمان هنگا وضعیت عمومی سلامت وحید چاوران را به دلیل آنچه خوراندن مستمر داروی اعتصاب به بخش داروی اعصاب در بازداشتگاه عنوان شده بسیار وخیم گزارش کرده و نوشته است که این جوان دچار واکنش‌های غیر ارادی در رفتار خود شده است. دکتر بختیار محمدزاده که به عنوان مدیر یک داروخانه در دره شهر اشتغال داشته، روز سه‌شنبه 7 شهریور ماه بعد از احضار و مراجعه به اداره اطلاعات ایلام بازداشت شد. محمد حسین حاصلی، شهروند ساکن شهر سراباغ از توابع شهرستان آبدانان، روز چهارشنبه 4 مرداد تا یک یورش نیروهای حکومتی دستگیر شد. وحید چاوران هم روز جمعه 2 تیر ماه سال جاری با توسل به خشونت توسط نیروهای حکومتی بازداشت شده بود. ناصر رضایی، دیگر شهروند بازداشت شده، روز یک شنبه 22 مرداد بعد از احضار و مراجعه به دادگاه دهلران بازداشت شد. محمود سالاری، یک مقام ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان که روز دوشنبه منتشر شد درباره بازداشت مهدی یراحی و موضع ارشاد گفت که این تصمیم را نهاد قضایی برای او گرفته. ما نمیتوانیم برویم گفتگو کنیم، اما وقتی کسی نمیخواهد حرفی را بپذیرد، من کاری برایش نمیتوانم بکنم. معاون هنری وزارت ارشاد دولت ابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه با بسیاری از هنرمندان جلسه توجیهی برگزار شده گفت وقتی تصور هنرمند ما این است که این کار او نوعی مبارزه و حق طلبی است، من کاری نمیتوانم برای او انجام بدهم. این مقام دولت با اشاره به هنرمندانی که در اعتراضات سال گذشته با معترضان همراهی کردند گفت برخی از اینها جبهگیر شده یا تحت فشار آن کارها را کرده بودند. سالاری با اشاره به اینکه در طبقه بالای تالار وحدت با تعدادی از هنرمندان نشستی برگزار شد و برای آنها توضیح داده شد که چه اتفاقی دارد می‌افتد، گفت از آنها خواستیم که مراقبت کنند و جلو انداخته نشوند. این مقام وزارت ارشاد همچنین از دعوت‌ها، نشست‌ها، سخنرانی‌ها و نمایش فیلم‌هایی برای توجیه هنرمندان خبر داد که توسط نهادهای امنیتی برگزار شد. سالاری تاکید کرد که بعضی از دوستان هنرمند ما اصولاً این حرف‌های ما را نمی‌پذیرفتند. ستاد امر به معروف و نهی از منکر به دنبال تسریع فرایند گزارش بی‌حجابی زنان در اماکن شهری اپلیکیشنی به نام ناظر طراحی کرده است. این نرم افزار موبایل در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که با معرفی خود به این ستاد به عنوان گزارش دهندگان حکومتی با این نهاد همکاری می‌کنند. به گزارش روزنامه شرق و به نقل از محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری، برخی افراد جامعه در تلفن همراه خود مجهز به اپلیکیشنی هستند که به وسیله آن در خیابان میچرخند و گزارش بی‌حجابی می‌دهند. این افراد با عناوین پله‌ای مانند ناظر 1، 2 و 3 فعالیت می‌کنند. این نرم افزار به ناظران حکومتی امکان می‌دهد تا مواردی مانند شماره پلاک خودروها را مستقیماً وارد سیستم کنند. نتیجه این گزارش‌های سیستمی به ارسال پیامک کشف حجاب برای مالک خودرو و توقیف آن ختم می‌شود. بر اساس گزارش منتشر شده، افرادی که خود را برای همکاری حکومتی به ستاد امر به معروف معرفی می‌کنند، کلاس‌های مختصری می‌گذرانند و بعد از گذراندن این کلاس‌ها به آنها امکان استفاده از برنامه ناظر داده می‌شود. از آنجایی که اطلاعات خودروها و موقعیت مکانی آنها در این برنامه به صورت دستی و بدون راستی آزمایی وارد می شود، دست ناظران در زمینه گزارش هر گونه پلاک خودرویی باز گذاشته شده و همین مسئله موجب به وجود آمدن شیوهی دیگر برای آزار سیستماتیک شهروندان شده است.
علی شریفی زارچی، استاد اخراج شده از دانشگاه صنعتی شریف، در توییتی اعلام کرد که با رأی اکثریت نمایندگان 87 کشور به عنوان عضو کمیته علمی بین‌المللی المپیاد جهانی کامپیوتر انتخاب و سپس با رأی اعضای کمیته رئیسان شد. این استاد دانشگاه شریف که در جریان موج اخیر اخراج اساتید معترض و منتقد از دانشگاه شریف اخراج شد، اشاره کرد که این کمیته بالاترین مرجع علمی المپیاد جهانی کامپیوتر است. روزنامه کیهان پیشتر در مطلبی نوشته بود که شریفی زارچی علاوه بر اخراج باید به دلیل دمیدن در آتش اعتراضات سال گذشته بازداشت و محاکمه شود. این در حالی است که کارزار دانشجویان دانشگاه شریف در مخالفت با اخراج این استاد دانشگاه که در جریان خیزش انقلابی از توی نهادهای امنیتی احضار شده بود از 14,000 امضا گذشت. چند ورزشکار زن ایرانی از جمله یک ملی پوش نسبت به وضعیت نامناسب این حوزه، رسیدگی نکردن مسئولان دولتی و فدراسیون‌ها به قول‌های داده شده و نبود حداقل حمایت از آنها گلایه کردند. هدیه کاظمی، ملی پوش قایقرانی زنان ایران، با اعلام اینکه 5 سال پیگیر استخدام بوده و در نهایت احساس کرده به جایی نمی‌رسد، به خبرگزاری دولتی ایسنا گفته است بی‌خیال شدم. این ملی پوش قایقرانی زنان ایران با بیان اینکه یاد گرفتم به بعدها خیلی دلخوش نکنم، افزوده است که حقوقی که از فدراسیون دریافت می‌کنیم جوابگو نیست. ورزش زنان در ایران تا دهه‌های اخیر همواره با چالش‌ها و محدودیت‌های فراوانی از جمله کمبود امکانات عمومی و بودجه دولتی همراه با تبعیض روبرو بوده است. در همین رابطه زهرا نعمتی، کماندار با تجربه که قرار است در بازی‌های آسیایی هانگژو برای جمهوری اسلامی به میدان برود، ضمن اعلام اینکه به تنهایی در تهران تمریناتش را پیگیری می‌کند، به خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته است که او را از اردوی کشور کره جا گذاشتند. زهرا نعمتی که 3 مدال طلای پارالمپیک و تجربه حضور در المپیک را در کارنامه‌اش دارد، یکی از چهره‌های شناخته شده ورزش المپیکی و پارالمپیکی ایران به حساب می‌آید که به گفته خود امیدوار است در سال 2024 هم یک المپیک و پارالمپیک دیگر را هم تجربه کند. رانندگان در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندا و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها.
صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. رسانه‌های ایران گزارش دادند که 6 کارگر بر اثر انفجار در معدن زغال‌سنگ تزرعی دامغان در شمال ایران جان خود را از دست دادند. این دومین حادثه مرگبار در این معدن در 2 سال گذشته است. خبرگزاری اینا که اخبار کارگران ایران را پوشش می‌دهد، روز دوشنبه 13 شهریور ماه با اعلام این خبر اسامی کارگران فوت شده را منتشر کرد. بر اساس گزارش این خبرگزاری، انفجار در معدن شامگاه یک شنبه در تونل رزمجای غربی معدن زغال‌سنگ تزرعی در شمال شرقی شهرستان دامغان رخ داد. اینا نوشته است که عمق تونلی که انفجار در آن رخ داده 700 متر است و انفجار در عمق 400 متری آن بر اثر تجمع گاز رخ داده است. با این حال ستاد مدیریت بحران استان سمنان به اینا اعلام کرد که هنوز علت دقیق ریزش معدن تزرعی مشخص نشده است. سهیل رستمیان، فرمانده سپاه ابوالفضل شهرستان بهارستان واقع در استان تهران، از کشته شدن یک پاسدار سپاه پاسداران ایران به نام یحیی رستمی در سوریه خبر داد. رستمیان دوشنبه 13 شهریور ماه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با تایید خبر کشته شدن این فرمانده سپاه در سوریه گفت که مراسم تشییع یحیی رستمی فردا سه‌شنبه برگزار می شود. به گفته فرمانده سپاه ابوالفضل، یحیی رستمی به عنوان مدافع حرم در سوریه حضور داشت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود به اعضای شورای حکام با وجود اعلام کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران به دلایل فنی، از همکاری نکردن تهران به ویژه در مورد نصب مجدد دوربین‌های نظارتی در مراکز مورد نظر آژانس ابراز تأسف کرد. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه 13 شهریور ماه نسخه‌ای از آن به دست خبرگزاری‌های بین‌المللی رسیده، رافائل گوسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه تاکید کرده که متاسف است از اینکه هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. محتوای این گزارش یک هفته قبل از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقر آژانس در وین منتشر شده است. گوسی پیشتر در بازگشت از سفر به تهران در ماه مارچ از وعده جمهوری اسلامی برای راه اندازی مجدد دوربین های نظارتی خبر داده بود. این دوربین ها تابستان سال گذشته و در پی وخامت روابط تهران با قدرت های غربی از کار افتاد. گوسی اعلام کرد که در شرایطی که این وضعیت عواقب زیانباری برای توانایی آژانس در تضمین ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران دارد، روند نصب مجدد دوربین ها طی ماه‌های اخیر سرعت بسیار کندی داشته است. در گزارش جدید آژانس، گروسی از ایران خواسته که به طور جدی و دراز مدت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. نیویورک تایمز در گزارشی اختصاصی نوشته است که یوهان فلودروس، کارمند اتحادیه اروپا و شهروند سوئد، 500 روز است که در ایران در بازداشت است. ساعتی بعد از این گزارش، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این باره مورد پرسش قرار گرفت و در باره بازداشت ابراز بی اطلاعی کرد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خود نوشت اتحادیه اروپا
زندانی شدن یوهان فلودروس را مخفی نگه داشته بود. بنا به این گزارش او بهار سال گذشته به ایران سفر کرده بود و در 28 فروردین ماه سال 1401 زمانی که قصد خروج از ایران را داشته در فرودگاه بازداشت می شود. افراد مطلع از پرونده به نیویورک تایمز گفتند که او در قالب یک سفر توریستی با چند تن از دوستانش به ایران رفته بود. افراد مطلع به پرونده همچنین اضافه کردند که او پیشتر در قالب مأموریت کاری اتحادیه اروپا بدون مشکل به ایران سفر کرده بود. نیویورک تایمز بازداشت این شهروند اتحادیه اروپا را بخشی از سیاست رو به گسترشی دانسته که آن را دیپلماسی گروگانگیری توصیف کرده است. بنا به گزارش نیویورک تایمز، یوهان فلودروس 33 ساله و شهروند سوئد و کارمند اتحادیه اروپا است. او در نهادهای مختلف اتحادیه اروپا چندین سمت را بر عهده داشته است. بیان کنندگان بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایچر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949 202 7288 949
202-72-88. خبرها رو دنبال میکنیم. زر امیر ابراهیمی، بازیگر سرشناس ایرانی و گای ناتیف، سینماگر اسرائیلی، کارگردانهای فیلم تاتامی روز یک شنبه به رویترز گفتند که اولین ساخته مشترک آنها باید به صورت مخفیانه فیلم برداری میشد تا از دخالت احتمالی تهران جلوگیری شود. داستان فیلم درباره یک جودوکار زن ایرانی به نام لیلا با بازی آریان مندیس که همراه با مربی خود مریم با هنرنمایی زر امیر ابراهیمی راهی مسابقات جهانی می شوند. لیلا در شرایطی که یکی از شانس‌های دریافت مدال طلا محسوب می شود، دستوری را از تهران دریافت می کند که نباید با رقیب اسرائیلی مسابقه بدهد. این ورزشکار باید به دروغ به مسئولان فدراسیون جهانی بگوید که مصدوم است تا با قهرمان اسرائیلی مواجه نشود. تصمیمی که می تواند سرنوشت زندگی او را تغییر بدهد. امیر ابراهیمی و ناتیف فیلم را در گرجستان فیلم برداری کردند. کشوری که ایرانی ها به راحتی می توانند به آن سفر کنند. آنها در هتل های جداگانه اقامت داشتند، انگلیسی صحبت می کردند و نگذاشتند کسی متوجه شود که مشغول ساختن یک چنین فیلم سیاسی هستند. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید. و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای سپهر. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.